اینجا کلینیک نفس بیمارستان ابن سینا در میدان صادقیه تهران است. یکی از پرتردد‌ترین نقاط شهر. جایی که در روزهای اوج پیک پنجم کرونا روزانه حداقل 700 بیمار را پذیرش می‌کند. بخشی از بیماران که درگیری ریه‌ای کمتری دارند، باید سرم تراپی را به صورت روزانه دریافت کنند. به دلیل افزایش شدید بیماران نیازمند دریافت رمدسیویر، آنها باید منتظر بمانند تا یک تخت خالی شود. ایران هر روز با رکوردهای تازه‌ای در کرونا روبرو می شود. روزانه حدود 500 نفر در بحرانی ترین روزهای این موج جان خود را از دست می دهند که بخشی از این آمار به دلیل نبود تخت بیمارستانی است. بیمارستان های کشور با بحران تخت بستری، ICU، سرم و دارو روبرو هستند و داروهای ضد ویروس اساسی در برخی از شهرها کمیاب شده است. به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا، زنجیره تامین داروی ضد ویروس دچار اختلال شده و در برخی نقاط داروهای مانند فاویپیراویر کمیاب شده است. قیمت یک بسته 60 تایی این دارو در داروخانه‌های دولتی 750 هزار تومان است، اما در بازار آزاد تا 2 میلیون تومان هم خرید و فروش می‌شود. ما تو هزینه‌ها و پیدا کردن دارو خیلی دچار مشکلی. حالا خدا رو شکر ما دفترچه بیمه داریم، بیمه تا حدودی حمایت می‌کنه از ما. بیمه شهرداری از ما حمایت میکنه، ولی هزینه دارویی، هزینه اسکنا، هزینه کارهای مختلفی که باید برای این بیماری انجام بدی خیلی بالاست. بعد صفای طولانی که برای دارو هست، شما لطفاً برید ببینید. داروخونه 29 فروردین واقعاً انقدر ازدحام جمعیت داره، اگر طرف فرد سالمی هم باشه اونجا بره مریض میشه. داروخونه 13 آبان همینطور. ما از دولت میخوایم که طی این کارو بگیره که هر چه سریعتر از نظر دارو، از نظر خدمات دهی و از نظر مشکلاتی که تو این زمینه هست بیشتر به مردم و مریضا برسه که انشالله این موزل حل بشه. الان تمام داروخونه ها قلقله است. اصلا بخوای دارو رو بگیری حداقل 5-6 ساعت بعد 29 فروردین صف واسی تا بتونی دارو رو بگیری. من که حالم اونقدر خراب بود اومدم اینجا آزاد تهیه کردم، هلوش 2500 تموم شد، نه واکسن وارد کردن نه چیزی. بعد آقای وزیر بهداشت میاد میگه ما به هند میخوایم کمک کنیم، یه سرم قندی نمکی پیدا نمیشه. تمام بیمارستان ها فاجعه است. بیمارستان پیامبران برید، بیمارستان امام خمینی برید، یعنی اوضاع خیلی خرابه. دست گذاشتن رو دست، اصلا جون مردم براشون مهم نیست، خانواده همینجوری دارن داغدار میشن. هر ویال داروی تنزیوا یا اکتوورا با قیمت دولتی 2.5 میلیون تومان در بازار آزاد با ارقامی حدود 16 میلیون تومان هم دیده میشود. اینجا همه داروهای مورد نیاز و تأمین میکنن، نظمشون خیلی خوبه، راه اندازی کارا خیلی عالیه. فقط تنها مشکلی که وجود داره و من تعجب کردم اینه که بیمه تأمین اجتماعی به هیچ عنوان اینجا پوشش نمیده و این خیلی تعجب برانگیزه، چون به هر حال اگه سازمان تأمین اجتماعی الان تو این اپیدمی نخواد به اصطلاح پوشش بده خدماتو، بس به چه دردی میخوره دیگه؟ برای سرماخوردگی و بیماری عادی که خب مسلما انقدر اتفاق نمیفته، ولی الان که این پاندمی به وجود اومده و مردم احتیاج به حمایت دارن، در کمال تعجب من اومدم اینجا دیدم سازمان تأمین اجتماعی هیچ پوششی نمیده و تمام داروها آزاد حساب میشه. قرص فاویپیراویر هر دوز 40 تاییش تقریبا 500 هزار تومان در میاد. آمپول رمدسیویر هر یه دونش با به اصطلاح تزریقش 1,300,000 تومان حدودا در میاد که تو این 6 تایی که باید تزریق کنی دوباره مرزت آزمایش میگیرن، یعنی هر مریض یه 500,000 تومان بابت فاویپیراویر باید بده، 6 تا 1,300 بابت رمدسیویر با به اصطلاح تزریقش باید انجام بده، 2 تا 300,000 تومان هم بابت به اصطلاح آزمایشایی که اینجا ازش میگیرن. تا الان حدود 8 میلیون تومان هزینه کرده. بله حدود 8 میلیون تومان بجز داروهایی که به اصطلاح وجود داره، ولی عمدتاً این دوتا بودن که بله دوتا شدن 8 میلیون تومان هزینه داره. در پیک پنجم کرونا درگیری کودکان با این بیماری بیشتر دیده می شود. این در حالی است که ظرفیت بخش‌های مراقبت ویژه کودکان در کشور بسیار پایین است و اگر این روند ادامه پیدا کند، برای کودکان هم تخت بستری و ICU پیدا نمی شود. نسبت به پیک قبلی ما حدود
150% افزایش تعداد مراجعه کننده داریم توی کلینیک‌های سرپایی و تعداد موارد درگیری ریه و نیاز به بستری موقت و تزریق داروی رمدسیویر حدود 150% اینم افزایش پیدا کرده نسبت به پیک قبلی. از نظر شدت موارد ما نسبتاً موارد شدیدمون از نظر درصد شاید یکسانه، ولی چون تعداد موارد زیاد شده عملاً تعداد موارد نیازمند بستری هم حداقل دو برابر شده. مشکل سرم برای بیماران بستری در حال حاضر نداریم، ولی خب به هر حال تو داروخانه‌های شهری سرم توزیع نمیشه. برای سایر مواردی که حالا بیماران نیاز به سرم دارن و ممکنه مرکز درمانی مراجعه نکنن، کمبود سرم هست، ولی برای درمان کرونا و برای بیمار ضروری ما مشکل سرم در حال حاضر نداریم. کسانی داشتیم که ما اینجا تو مجموع خودمون یک دوز واکسن زده بودن ولی متاسفانه درگیری شدید پیدا کردن و فوت کردن. ما توی شرایط بسیار بدی قرار گرفتیم. پیک پنجم الان بیش از یک ماهه که ادامه داره و با در پیش بودن ایام محرم و آزاد بودن تجمعات، حالا به ظاهر با پروتکل ها، ولی ما میدونیم که رعایت پروتکل توی تجمعات و تو عزاداری اینها کار ساده ای نیست. ما نگران این هستیم که شهریور ماه سیاهی داشته باشیم و هر زمان فکر میکنیم که الان دیگه به قله رسیدیم، هفته بعد میبینیم تعداد بیماران بیشتر شد. پس نشون میده هنوز ما به قله نرسیدیم. کرونای دلتا سرایت پذیری بسیار بالایی دارد و حتی در فضای باز هم منتقل می شود. میزان ویروس در بدن بیماران بسیار بیشتر است و به همین دلیل دوره واگیری بیماری هم طولانی تر است. در این موج تعداد افراد بدون علامت و سرعت درگیری ریه بیشتر شده که به دنبال آن نیاز به درمان تزریقی هم افزایش پیدا کرده است. هنوز این موج به قله نرسیده و کادر درمان نگران هفته اول شهریور است. روزهایی که وخیمتر و بحرانی تر از امروز پیش بینی شده است.